اونا مفسد فلرز بودن، دیگه نمیشد به اینا رحم کنیم. اگه به اینا رحم میکردیم رضایت مردم رو نمیتونستیم به دست بیاریم. از اعدام لذت نمیبردم، اما این وظیفه ما بود. یه موقعیت استثنایی برای من بود و با تمام قدرت و شجاعت وارد این کار شده بودم. اینا حرفای یه عضو از گروهک تروریستی داعش نیست، حرفای اولین حاکم شرع انقلاب اسلامیه، قاضی جلادی که با وجود کشتن بیشتر از 500 نفر از اعدام سیر نشد، حجت الاسلام شیخ صادق خلخالی. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. شاید اگر خلخالی نبود انقلاب 57 و جمهوری اسلامی به اون راحتی تثبیت نمیشد. اون پاکسازی گسترده ای کرد. از مقامات و سران حکومت پهلوی هر کسی رو که به دستش میرسید به جوخه اعدام میسپرد، بدون محاکمه و دادگاه عادلانه و بدون اینکه حتی متهمین حق داشتن وکیل داشته باشن و حتی بدون رعایت موازین شرعی احکام مرگ رو صادر و فوراً اجرا میکرد. صادق خلخالی 24 بهمن 57 حاکم شرع دادگاه های انقلاب شد. در طول یک سال چند صد حکم اعدام صادر کرد. گاردین در گزارشی نوشته که خلخالی طی 10 ماه دستور قتل 540 نفر رو صادر کرده. بعدها وقتی از خودش پرسیدن حکم اعدام چند نفر رو دادی، با خنده و شوخی گفت اینو خدا میدونه، خیلی بودن، اما خیلی هم از دست ما فرار کردن. مثل شریف مامی، اردشیر زاهدی، شاپور غلامرضا پهلوی، اینا در محکمه ما محکوم به اعدام بودن اما در رفتن. خلخالی حتی یک بار گفته بود که تنها راه فرار شهبانو فره از اعدام اینه که شاه رو به قتل برسونه. در این صورت میتونه به ایران برگرده و با آرامش زندگی کنه. برای شناخت ابعاد پیچیده انقلاب اسلامی دونستن درباره خلخالی لازمه. خلخالی روحانی وفادار و شیفته خمینی بود که تا آخرین لحظه های زندگیش این ویژگی رو حفظ کرد. حتی وقتی عزلت نشینش کردن روی دیوار خونش چند تا عکس از خودش با خمینی قاب گرفته و نصب کرده بود. شاید دوست داشت با اون عکس ها به خودش و بقیه یادآوری کنه که زمانی در اوج قدرت بوده. قدرت کوتاه مدتی که اثرش تا همیشه روی پیشونی انقلاب 57 میمونه. درباره این آدم حرف میزنیم، مردی که جمهوری اسلامی تا روز مرگش از اون حفاظت کرد تا مبادا کسی به انتقام قتل‌های گسترده اون رو بکشه. تا زمان مرگش در قم زندگی کرد و تا روز آخرم پاسدارها شبانه روز داخل خونش بودن و ازش حفاظت میکردن. مهمترین فردی که خلخالی دستور قتلش رو داد امیرعباس هویدا، نخست وزیر دوره پهلوی بود. بدون اینکه روند محاکمه تکمیل بشه، هویدا رو اعدام کردند. محسن کدیور اسلامشناس از قول اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت در مورد محاکمه هویدا گفته محاکمه‌ای در کار نبوده. هرچی روزنامه ها نوشتن حرف مفت بود. توی زندان کشتنش، بعد گفتن اعدامش کردیم. کدیور نوشته افراد دیگه ای از خود انقلابی هم تایید کردند که هویدا رو قبل از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست اعدام کردند. گفته شده در محاکمه هویدا نه موازین شرع رعایت شد، نه آیین نامه غیرقانونی 12 فروردین 58 و نه موازین متعارف آیین دادرسی. این همه تخلف جز با اذن و پشتیبانی خود خمینی ممکن نبود. بقیه مقامات هم به همین منوال حکم اعدام گرفتن و حکمشون به سرعت اجرا شد. سپهبد امیر حسین ربیعی، آخرین فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی، سپهبد مهدی رحیمی، رئیس شهربانی و آخرین فرماندار نظامی تهران، سرلشکر منوچهر خسروداد، بنیانگذار نیروهای ویژه هوابرد یا کلاه سبزهای ارتش ایران، ارتشبد نعمت الله نصیری، سومین رئیس کل ساواک، سپهبد ناصر مقدم، آخرین رئیس کل ساواک و سپهبد نادر جهانبانی، معاون فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی،
اینا فقط تعدادی از مقامات ارشد دوره پهلوی هستند که با حکم خلخالی اعدام شدند. حتی سپهبد هوشنگ حاتم هم که نویسنده بیانیه بی‌طرفی و کنارگیری ارتش از منازعات سیاسی بود اعدام شد. انقلابی‌ها از نماینده مجلس، فرماندارا، استاندارا، معاونا و مقامات نظامی و انتظامی هر کسی رو پیدا می‌کردن دستگیر رو با حکم خلخالی تیربارونش می‌کردن. کدیور یه جای دیگه‌ای تأکید کرده بود که دستور تمامی اعدامای اوایل انقلاب رو قبل از تصفیه به هر گونه قانونی در جمهوری اسلامی خود خمینی صادر کرده بود و خلخالی تنها مجری دستورات اون بود. این حکم رو خمینی با دستخط خودش برای خلخالی نوشت. بسم الله تعالی 26 ربیع الاول 1399 مطابق با 24 بهمن ماه 57 جناب حجت الاسلام آقای شیخ صادق خلخالی دامت فازه. به جناب عالی مأموریت داده می شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعی حکم شرعی صادر کنید. روح الله موسوی خمینی. خلخالی همین حکم رو بهترین و مهمترین مجوز فعالیتاش می دونست. هر بار که به اون درباره خشونت و احکام سنگینش اعتراض می‌کردن می‌گفت این حکم امام یعنی من صلاحیت صدور حکم شرعی رو دارم. منظور امام از این حکم این بوده که احتیاج به منم نداری برای صادر کردن احکام. ضمن اینکه امام در ماجرای اعدام‌ها حتی یک بار هم به من اعتراض نکرد. میشه گفت صادق خلخالی تا قبل اینکه حاکم شهر بشه جایگاه خیلی خاصی در بین انقلابی ها نداشت. در حقیقت خمینی یه روحانی گمنام رو به عنوان حاکم شهر انتخاب کرده بود. بنا به گفته خمینی سرسپردگی و شجاعت خلخالی براش جلب توجه کرده بود و برای همین هم اون رو برای این سمت انتخاب کرد. اما خیلی ها معتقد بودن که خلخالی سواد حقوقی یا فقهی کافی نداره و حاکم شهر شدن جایگاه مناسبی براش نیست. خلخالی در یه مصاحبه تأکید کرده بود که انتخابش به عنوان حاکم شهر یه موقعیت استثنایی براش بوده و با تمام قدرت و شجاعت وارد این کار شده بود. خودش این جایگاه رو یه جور مبارزه با طاغوت میدونست. اون تعریف میکنه اول قرار شده بود منتظری به دستور امام فردی رو به عنوان حاکم شهر معرفی کنه که او هم آیت الله آذری قمی رو معرفی کرده بود. اما وقتی پرونده 4 ژنرالی رو که قبل از همه اعدام شدن پیش آذری آورده بودن اون گفته بود که من باید این پرونده ها رو بررسی کنم. خلخالی گفته بود آقای آذری یه شپش رو هم نمیتونه بکشه. بنابراین خمینی حکم رو به خلخالی داد. خلخالی تو مصاحبه گفته بود آذری قومی به من گفت وقتی حکم اعدام کسی رو صادر میکنی باید وایسی حکم اعدام اجرا بشه بعد بری بخوابی. احتمالاً قصد آذری قومی از اون حرف اعتراض به احکام فلهی خلخالی برای اعدام بود. اما خلخالی به گفته خودش میستاد و اعدام ها رو نگاه میکرد. سالها بعد گفت از اعدام ها لذت نمیبردم اما این وظیفه ما بود. اونا مفسد فلرز بودن، یعنی فساد رو در زمین گسترش داده بودن. اسلام و قرآن رو قبول نداشتن. اگه به اینا رحم می کردیم رضایت مردم رو نمی تونستیم به دست بیاریم. ادامه از پشت بوم مدرسه رفاه شروع شد، جایی که مدتی خمینی در اون مستقر بود و تبدیل به مهمترین پایگاه روحانی ها شده بود. 4 نفر یعنی رحیمی، نصیری، ربیعی و خسروداد رو اول کشتن، بعد کیفرخواست برای اونا نوشتن. بعدم که زندان قصر محل اعدام شد، روال اینطور بود که دادگاه انقلاب فقط افراد رو بعد از دستگیری احراز هویت می‌کرد و دستور قتلشون رو می‌داد. از نظر خمینی و خلخالی اونا متهم نبودن که نیازی به محاکمه داشته باشن، بلکه مجرم بودن و به سرعت اعدام می‌شدن. خلخالی مرداد 58 به کردستان رفت و در اونجا دستور اعدام 50 نفر از طرفداران حزب دموکرات و کموله رو داد. به غیر از اعدامای گسترده دستور داد که آرامگاه رضا شاه و ناصرالدین شاه در حرم شاه عبدالعظیم رو تخریب کنند.
اواخر سال 58 ابوالقاسم خزعلی، شیخ محمد یزدی، محمد رضا مهدوی کنی و محمد امامی کاشانی برای اعتراض به رویه صادق خلخالی به عنوان حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب محرمانه به دیدن خمینی رفتن و خواستار عزل اون از سمت حاکم شهر شدن. این جمع قبل از دیدار با خمینی تعهد کرده بودند که اگه خلخالی برکنار نشد به طور علنی اعتراض کنن و حتی از مناصب حکومتی خودشون استعفا کنن. این افراد نسبت به اعدام‌های بی‌رویه و رعایت نکردن جوانب شرعی در محاکمات جنجالی خلخالی معترض بودند. بعدها خود انقلابیان اعتراف می‌کردند که در دادگاه‌های با عجله موازین شرعی دقیق رعایت نمی‌شد و ممکن بود کسی بی‌گناه باشه و فرصت دفاع کافی پیدا نکنه و به اعدام محکوم بشه. به هر حال این شیوه مورد انتقاد بود و این انتقادها به خمینی منعکس شد. وقتی خمینی توضیحات اینا رو شنید دستور برکناری خلخالی رو داد. حتی دستور داد که عکس‌های مشترکش با خلخالی در تلویزیون پخش نشه. برکناری خلخالی رو هم علی قدوسی دادستان کل انقلاب انجام داد و به یه عده ابلاغ کرد که همه یه پرونده‌هایی که خلخالی بررسی کرده از اول بررسی کنن. هزاران پرونده بررسی و گویا حکم اونا تعدیل شد. خلخالی خیلی دوست نداشت درباره کودکی شرف بزنه. در مصاحبه‌ها وقتی در این مورد ازش سوال می‌شد معمولاً به بهانه خستگی یا بیماری تفره می‌رفت. اما محمد صادق صادقی گیوی مرداد 1305 در روستای گیوی توی نزدیکی خلخال اردبیل به دنیا آمد. خمینی از نوجوانی خلخالی رو میشناخت. چون در 17 سالگی به قم رفته بود و با مصطفی خمینی هم کلاس و هم مباحثه شده بود و به همین دلیلم به خونه روح الله خمینی رفت آمد داشت. 13 سالم شاگرد خود خمینی بود. در جوانی از هواداران نواب صفوی و فدایان اسلام بود. بعد از انقلابم خودش رو رهبر این گروه اعلام کرد. خلخالی جز کسایی بود که در دوره اقامت خمینی توی پاریس به اونجا رفته بود و تنها چند روز قبل از برگشت خمینی به ایران اومده بود. محمود طالقانی جزو معترضین سرسخت به عمل کرده خلخالی بود. تو همون سالای اول انقلاب طالقانی اعتراض کرده بود که چرا این همه آدم اعدام شدن. برای مثال گفته بود که چرا فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش اعدام شده. انقلابیون تندرو هم پاسخ داده بودند که اینا به حکم حاکم شرع عادل اعدام شدن. طالقانی گفته بود کدوم حاکم شرع؟ گفته بودن صادق خلخالی. طالقانی هم با ریشخندی گفته بود خلخالی اگه عادل هم باشه متعادل نیست. بهشتی هم جز معترضین به روش‌های خلخالی بود و گفته میشه که اون باعث برکناری خلخالی شد. چون وقتی رئیس قوه قضاییه شد گفته بود من بساط این جور دادگاه‌ها رو جمع می‌کنم. یکی از مناقشه برانگیزترین صحبت‌ها درباره رابطه خلخالی با منتظری بود. خلخالی و منتظری دوستای خوب هم بودن. بعد از مرگ آیت الله عراقی خلخالی از مردم خواسته بود که مقلد آیت الله منتظری بشن. خودش هم تا آخر عمر از مدافعان و همراهان منتظری باقی موند. منتظری هم به عنوان یکی از دوستان خلخالی در سال اول انقلاب هیچ اعتراضی به اعمال و رفتار اون نداشت و در حقیقت یه سکوت کاملا تاییدآمیز درباره خلخالی و ادامه‌ی گستردش داشت. سال 67 نزدیک انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی امامی کاشانی به خلخالی پیشنهاد داد که از کاندیداتوری انتخابات مجلس انصراف بده چون احتمال داده می‌شد که رد صلاحیت بشه. خلخالی میگه خمینی وقتی از احتمال رد صلاحیت من در انتخابات مجلس با خبر شد گفت این چه وضعیه که درست کردن؟ بی خود میگن.
من صلاحیت شما رو اعلام میکنم. بعد به احمد آقا گفت الان برو به آقای امامی کاشانی تلفن بکن که صلاحیت آقای خلخالی رو خمینی قبول داره. البته هاشمی رفسنجانی این ماجرا رو یه جور دیگه تعریف کرده. هاشمی گفته احمد آقا گفت آقایان صادق خلخالی و سید حسین موسوی تبریزی که صلاحیت نمایندگیشون رو شورای نگهبان رد کرده گفتن خودمون را آتیش میزنیم. لابد شوخیه. امام هم گفتن که دخالت نخواهند کرد و فقط تا این حد گفتن که شورای نگهبان جلسه ای برای شنیدن دفاع خلخالی و موسوی تشکیل بده، چون اونا گفتن که شورای نگهبان دفاع ما رو نشنیده و اتهام رو ابلاغ نکردن. خلخالی در آستانه انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی با حکم خمینی مورد تایید قرار گرفت و وارد مجلس شد. اما در پاییز سال 69 وقتی که دیگه خمینی فوت کرده بود، فهرست کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان رهبری منتشر شد. اسم صادق خلخالی در بین اونا نبود. خلخالی در نطق پیش از دستور در مجلس شورای اسلامی از خودش و اعمالش در دادگاه‌های انقلاب دفاع کرد و گفت که منو به خاطر انجام وظیفه رد صلاحیت کردن و این کار شورای نگهبان غیر قانونیه. همونجا هم دوباره به نامه خمینی و حکم انتخابش به عنوان حاکم شهر از طرف خمینی اشاره کرد و با اعتراض گفت من با این حکم رفتم و طاغوتی ها رو درب و داغون کردم، اعدام کردم، مصادره کردم، حالا شما میگید که فلانی اهلیت نداره، پس بنیاد مستضعفان باید به هم بخوره، برای اینکه اموال اون همش با امضای بنده مصادره شده، حتی اموال شاهی، همه اونا رو من امضا کردم. بعد شما میگید چی؟ حاکم شهر بودم، خودم دوختم و خودمم پاره کردم، خودم مصادره کردم، خودم اعدام کردم، من قاضی امام بودم. خلخالی حتی یه نوشته از خامنه‌ای در حمایت از اعمال خودش نشون داد که در اون این طور نوشته شده بود: من نمیتوانم عواطف شما بلکه نقش شما را در این نهضت مقدس فراموش بکنم و زحماتی که شما در مواقع حساس در مقطع خطر کشیدید هیچگاه فراموش نمیشود، که این انشاءالله برای رضای حق تعالی بوده است. این دفاعی ها فایده نداشت. خلخالی نه تنها برای دور دوم مجلس خبرگان رد صلاحیت شد، بلکه در سال 71 برای انتخابات مجلس چهارم هم رد صلاحیت شد. مجبورش کردن از صحنه سیاست فاصله بگیره و به فعالیت‌های مذهبی در حوزه علمیه مشغول بشه. رفسنجانی در خاطرات دوم مرداد 67 گفته که خلخالی اومده و میخواسته مسئولیت دادگاه جنگ رو برای تنبیه متخلفین به عهده بگیره. خلخالی میخواست که اختیار تنبیه رو داشته باشه. بعدها هاشمی تعریف کرد که بعد از عملیات فاو خلخالی مراجعه و درخواست کرده که به خاطر از دست دادن فاو و دادن تلفات زیاد 3 نفر از فرمانده‌های سپاه و جنگ رو اعدام کنن، چون اونا باعث این همه خسارت و ضرر به کشور شدن و کشور رو در وضعیت بدی قرار دادن. هاشمی میگه به خلخالی گفتم شما که قاضی دادگاه جنگ نیستید، قاضی دادگاه انقلابید. البته ایشان قاضی دادگاه انقلاب هم نبود و بیشتر از 10 سال اصلا قاضی نبود. به هر حال خلخالی در سال 69 و 71 به دلیل عدم صلاحیت اخلاقی و علمی رد صلاحیت شد و 14 سال آخر عمر خودش رو در انزوا گذروند. سالهای آخر عمرش همه جا پیچیده بود که خلخالی سرطان گرفته، اما خودش توی یه مصاحبه این موضوع رو تکذیب کرد و گفت فقط مشکل انسداد رگ‌های قلبی داشته و برای همینم از کارها کناره‌گیری کرده بود. تو سالهای آخر پارکینسون گرفت. گرفتار مشکلات قلبی بود و حتی جراحی قلبم انجام داده بود. صادق خلخالی معروف به قاضی جلاد در 5 آذر ماه سال 1382
بعد از یه دوره طولانی درگیری با سرطان از دنیا رفت و در حرم حضرت معصومه قم دفن شد. خلخالی یه دختر و یه پسر داشت. فاطمه صادقی خلخالی که خارج از ایران درس میخونه و در زمینه حقوق زنان فعالیت داره. سال 87 هم مقاله‌ای درباره حجاب اختیاری نوشت که خیلی سر و صدا کرد. خودش هم کشف حجاب کرده. محمد فرزند دیگه صادق خلخالیه که همیشه از کارهای پدرش دفاع کرده. فاطمه خلخالی هم چند سال پیش در مصاحبه ای گفت که پدرم فاقد اختیار بوده و فضای ایدئولوژیک قاطعیت انقلابی نیاز داشته. این اظهار نظر باعث شد همه بگن فاطمه هم همدست پدرشه چون ازش دفاع میکنه. خلخالی هیچ وقت از رادیکالیسم اسلامیش دست بر نداشت. اون حتی تو سالای اول دهه 60 به دنبال برخورد حزبی شدید با سید کاظم شریعت مداری بود و حتی خواهان اعدامه اون شد. در جریان اختلاف انقلابی ها با صادق قطب‌زاده زیر نامه اعتراضی نماینده ها به مجلس نوشت اصل کار خود شریعت مداریه که باید اعدام بشه. خلخالی حتی به کارگرای جنسی هم رحم نکرد. اون دستور کشتن پریبلنده اشرف چهارچشم و ثریا ترکه رو هم داد به اتهام فساد فلرز. اما یکی از بدترین اداما نصیب جواد ذبیحی شد، مداح و نوع خون و خواننده دعا و مناجات در مراسمات مذهبی. تو تیرماه 59 به شکل فجیحی، یعنی تکه تکه شدن، به قتل رسید. البته دقیق معلوم نیست به دستور خلخالی یا تندروهای دیگه. به هر حال بعضی از انقلابی ها از روش خلخالی خوششون می اومد و ازش تقلید می کردن. خلخالی تو دوره‌ای که منزوی شده بود طی مصاحبه این نظرش رو درباره انقلاب پرسیده بودن. اونم تو جواب گفته بود همیشه انقلابی بودم و همیشه خواهم بود. واقعیت همیشه پیروز میشه. البته به نظر میرسه این یه جمله کلی و انتزاعی بوده. خلخالی عضو جامعه روحانیت مبارز بود. نماینده مجلس در دورهای اول و دوم و نماینده مجلس خبرگان، همچنین تولیت مدرسه شاه عبدالعظیم را هم به عهده داشت که مجوز رسمی این مسئولیت را از احمد خمینی گرفت. سال 69 چند ماه بعد از مرگ خمینی این نامه را برای احمد خمینی نوشت و درخواست کرد که مجوز لازم برای تولیت مدرسه عبدالعظیم به او سپرده بشه. پاسخ سید احمد خمینی از قول پدرش روح الله خمینی جالب توجهه. امام گفت ایشان تولیت آنجا هست و کسی هم زورش به او نمیرسد که او را از آنجا بیرون کند. دیگر تولیت کتبی میخواهد چه کند؟ من به آنچه نوشتم شهادت میدم. خلخالی مسلمون افراطی و تندروی بود که خود مسلمونا هم اونو گردن نمیگیرن. چه زمانی که قاضی دادگاه انقلاب شد و دستور قتل چند صد نفر رو صادر کرد، چه زمانی که خونه نشین و از قدرت طرد شد و چه بعدها که در بستر بیماری بدترین روزها رو میگذروند. خیلی حاضر نبودن به اون نزدیک بشن. نزدیک شدن به خلخالی و دفاع از اون مساوی بود با بدنامی. البته بودن آدمایی که خیلی صادقانه اعتراف میکنن اگه خلخالی نبود انقلاب 57 به اون راحتی ها تثبیت نمیشد. نکته ای که تاریخ هرگز نباید فراموش کنه اینه که خلخالی سر خود رأی به قتل فله یادما نمیداد. اون منتخب خمینی بود و هر بار که یکی از مقامات بهش اعتراض میکرد میگفت این پست رو خمینی به من داده. درست هم میگفت. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.